LG G5 was modular design, the first phone built for fun. Madam, bye.
درخت‌ها با شما سبزن، رودها با شما زلالن و کلن زندگی با شما زیباست. اولا که شعر خیلی خوبی خونید، تصدیت خیلی خوبی داشتید. خب، حالا اون دفعه این شعر رو دیگه نخونید. این تموم شد. حالا یک دقیقه درباره هر موضوعی که دوست دارید صحبت کنید. اون که مقدمه عالی این روزا درگیر یه مسئله خیلی مهم هستیم، انتخابات آمریکا، ترامپ و کلینتون. به نظر شما این دو نفر چقدر صلاحیت دارن که کاندیداتوری ریاست جمهوری آمریکا رو بر عهده داشته باشن؟ آیا اصلا اینا قابل قبول هستن، مقبول هستن یا نه، برای شما یا برای مردم آمریکا؟ مردم آمریکا و مردم ما. به ما چه ربطی داره آخه؟ به ما این ربطی داره که قراره بالاخره رئیس جمهور آمریکا یه نقش قدر قدرتی داره. البته الان پس ما هم باید قبول کنیم. ما هم باید قبول کنیم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان کرمی هستم، با افتخار دانشجو رشته مهندسی معدن از دانشگاه تهران. رفت میکنی ها. خیلی تکون میخوری. دست درد نکنه. به نام خالق علم و هنر، من شیرین بهتا خوشحالم از اینکه با شما عزیزان برای چند ساعتی و خواهم بود. چند ساعت میخواد باشید بس؟ نه. سرسبزترین بهار تقدیم تو باد. میخوام که همه دخترهای کشورم خداوند این حس رو بهشون بده، این باور رو بده که بتونن به چیزایی که دوست دارن برسن و همیشه موفق باشن. ممنون از اینکه گوش دادین بهم. ببخشید اگه حوصله‌تون سر رفت. امیدوارم دوست داشته باشین، زیادم دست بزنین. خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستیم. اینجا سالن میلاد، نمایشگاه بین‌المللی تهران، کنسرت بابک جهانبخش برای سانس دوم دقایق دیگه به روی صحنه خواهد رفت. میخوام شما رو در انتظار بذارم. دست درد نکنه. نه اجازه بدید. نخست یه میان برنامه میبینیم، میریم و برمیگردیم، در خدمت هستیم. میرسیم به بخش مهم این مراسم. ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حقت امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. در این فرصتی که به من داده شده خیلی دوست دارم درباره در لحظه زندگی کردن با شما صحبت کنم. در 22مین نمایشگاه مطبوعات از قهوه هر رو میخونی؟ نخونم، شعر بخونم. کسی رو خونی نیست که نمیشه؟ دیروز که من خودم بیرون هوا توی خیابون قدم میزدم، از بارون زیبایی که توی تهران میبارید لذت بردم. امیدوارم که خداوند بارون رحمتش رو همیشه نازل بر سر ما بکنه. خیلی ممنون. مثلا تو کدوم بخش شما رو قبول کنید؟ اجرا، گویندگی، قرآن مجیدم، تقصدام برو. بشم نکن به من نمیشه، عاشقم نکن. آره سرش همینه. آره همین بود، درست بود. بعد همین بود. دقیقه میگه، رضا صادقی هم میگه بازم دلم گرفته تو این نم بارون، چشم خیره فراغه کاری کرده. شما از همینجا برو دفتر، برو استخدامی قربانم. در 22مین نمایشگاه مطبوعات از غرفه در غرفه تی وی پلاس در خدمتتون هستم. من می‌خواستم در مورد امید صحبت کنم. امید کلمه 4 هست. قرار امروز بازی خیلی هیجان انگیز برگزار میشه بین تیم‌های پرسپولیس تهران و اتحادیه اقتصادی تبریز. در کنار من برانکو ایوانکوویچ رو می‌بینید، سرمربی موفق این روزهای پرسپولیس تهران که گفته میشه رامین رضایان هم بعد از اون حاشیه‌هایی که رفت به ترکیه و برگشت، بالاخره یه 10 دقیقه یه روبی تا الان بهش فرصده. حالا من میخوام ازش بپرسم آقای برانکو ایوانکوویچ، آیا رامین رضاییان رو در این بازی مهم و هیجان انگیز خراب میدید در ترکیب یا نه؟ بله، من رامین رضاییان رو در این ترکیب خراب میدم انشالله که بتونم موفق و پیروز باشم. یه بار دیگه سوال میکنی؟ یه بار دیگه سوال رو میکنی؟ At your final football, Branko Ivankovic, you are just the ranks. هر دفعه یه سوال داری میپرسی ها. دفعه خصوصی بود دیگه. من این چیزی حاضر نکرده بودم، یه خورده چیز شد، ولی خب خیلی دوست داشتم تست بدم. خیلی هم خوشحالم، عزیزانی هم که میخوان تست بدم بفرمایید. هیچ کاری نداره، یه خورده به خودتون مسلط باشید، همین چیز خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. اینجا مصلی بزرگ تهران، 22مین نمایشگاه بین المللی مطبوعات.
در غرفه تی وی پلاس هستیم. خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت همه دوستانم تو غرفه سینما تی وی پلاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش کرم ببک به گرمی مهیاگاز، چرا چون این نام نیک است که میماند. بیایید در این نمایشگاه دوستی‌هایمان رو با چسب دوقلوی جلاسنج به هم بچسبانید. نگذارید سرمای زمستان شما را از پا در آورد، بلکه آن را با آتروپاد گرماده و حل کن. بیایید با دوستی هامون از هم پذیرایی کنیم با محصولات شکوپارس. در آخر برای شما یک هدیه دارم و اون چیزی نیست جز ترازوی آشپزخانه هدیه. اگر همه اینها رو دست جمع بخواید پس تشریف بیارید داخل نمایشگاه. ما اونجا در خدمتتون هستیم در غرفه تی وی پلاس. سلام، من حمید پارسا هستم. خیلی دوست می‌دارم که برنامه شما شرکت کنم. چیز جایزه میدم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده میخواهم چند دو بیتی بابا طاهر خدمتتون عرضه بدارم. شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. این روز یکی از مسائلی که در جامعه امروز خیلی مهم هستش همین امید هست که اساس یک آینده روشن و زندگی آرام رو تشکیل میده. مردی در حال پولیش زدن ماشین تازه اش بود. ناگهان پسر کوچکش تکه سنگی برداشت، تیرا روی ماشین تازه اش نگاشت. مرد سراسیمه به سمت کودک دوید، دستان کوچکش را گرفت و چند ضربه محکم به پشت دستش زد، غافل از اینکه با آچار دست بچه اش را میکوبد. در بیمارستان به علت ضربات وارده 4 انگشت دست طفلک قطع شد. مرد مغموم و ناراحت بر سر بالینش نشسته بود که طفلک چشمانش را باز کرد، نگاهی به انگشتانش کرد، نگاهی به پدر، گفت بابا انگشتان دست من کی در خواهند آمد. بغض مرد ترکید، از بیمارستان بیرون زد، نزدیک ماشینش شد، لگد محکمی به ماشینش زد، گوشه ای نشست، زانوهایش را بغل گرفت و شروع کرد هق گریه کردن که چشمانش به خطوطی خورد که پسرش دیروز کشیده بود. خوب که دقت کرد دید پسرش نوشته با دوستت دارم. خیلی من دارم که بعد الان صحبت من بگه هول شدم من نخواهدی که میدونی که من خیلی هم کارم خوبه و رخشیدن این مداری چیز میکرد چی رو؟ متوجه میشم امالم به دیوار جست ببخش. و اینکه حالا نمیدونم کسی دیگه میخواد استفاده کنی چون من خیلی بلد نیستم صحبت کنم. برنامه آنپاس رو ببینید در شبکه تی وی پلاس پنجشنبه هم اینجا ایشالله اجرا میشه. خواهش میکنم دیگه نه اجازه بدید من خوش آمده یه لحظه دیگه چیز دیگه با... شب تاریک بتن به سنگ استاد خدا حافظی تلخ تو سوگند نشد که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد. لب تو میوه ممنوع ولی لبهایم هرچه از همه لب سرخ تو دلگند نشد. آستند از تو بگویند شبی شاعرها ولی نشد، با قلم شعر نوشتند نشد. بدرود. هی سبا را سباک با که از ورم دیده دل دار رو به اون بی وفا یار، چون منم عاشق زار.